پیام کتاب مقدس با کلمه خدا آغاز می شود. خدا واقعا شبیه چیست؟ بخش یک. خداوند خالق جهان و خالق هر آن چیزی است که در جهان است. برگرفته از کتاب پیدایش فصل 1 آیه 1، کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 16. خداوند بر مخلوقات خود فرمان روایی می کند و هر آنچه که رخ می دهد تحت اراده اوست. چون خدا ما را خلق کرده است، ما دارایی های او محسوب می شود و او بر ما حق دارد. برگرفته از کتاب مزامیر فصل 115 آیه 3، امثال فصل 16 آیه 33، رومیان فصل 9 آیه 19 تا 21. با وجود اینکه خدا همه مخلوقات را خلق کرده است، تنها انسان بود که علاوه بر بدن فیزیکی بُعد معنوی را نیز دارا. در حقیقت انسان بدون عیب و بشباهت خداوند آفریده شد. برگرفته از کتاب پیدایش فصل 1 آیه 26 و در رابطه خیلی نزدیک با خداوند به عنوان پدرش قرار داشت و در یک ارتباط دوستانه عمیق با او در شادی. اما انسان اول با طغیان کردن یا سرکشی علیه خدا این رابطه را خراب کرد. با این عمل او تمام نسل بشر مورد محکومیت خدا واقع شد. برگرفته از کتاب پیدایش فصل 3 آیات 11 تا 12 و رومیان فصل 5 آیه 18. بخش 2. خدا از چشمان شما نهان است، اما همه چیز را می‌بیند و می‌داند. برگرفته از کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 15 و عبرانیان فصل 4 آیه 13. بدون اینکه ما بدانیم، خدا همه جا هست و هیچ چیزی نیست که ما بتوانیم از او پنهان کنیم. او حتی ذهن ما را می‌بیند یا فکر ما را می‌خواند و ما را بهتر از خودمان می‌شناسد. بخش 3. خداوند مقدس است. برگرفته از کتاب اشعیا فصل 3 آیه 6، اول تیموتائوس فصل 6 آیه 16 و اول یوحنا فصل 5 آیه 1. تقدس خداوند به این معناست که خداوند نیکوست و بالاتر از حد تصور ماست. او از نظر کمال معنوی محض با ما متفاوت است. خداوند قدوس است و از هر ناپاکی متنفر است. کتاب مقدس در این باره میگوید قدوسیت خداوند نوری است که در آن هیچ تاریکی راه ندارد. از این رو رابطه با او با ترس و احترام همراه است. بخش 4. خداوند تثلیث. برگرفته از کتاب متی فصل 28 آیه 19، یوحنا فصل 5 آیه 18 و اعمال رسولان فصل 5 آیات 3 و 4. ما اغلب باید اعتراف کنیم که ما خودمان را نمی شناسیم، یعنی در فهمیدن خودمان مشکل داریم. پس بایستی بدانیم که ما هرگز همه چیز را در مورد خداوند والا مرتبه که ما را خلق کرده است نخواهیم فهمید. کلام خدا، کتاب مقدس، مسائل زیادی را در مورد خدا به ما میگوید که ما در میابیم ورای فهم و درک ماست. کلام خدا به ما میگوید که تنها یک خدا وجود دارد، اما در سه شخص، یعنی خدای پدر، خدای پسر عیسی مسیح و روح القدس. هر کدام از آنها خداست، یکسان در قدرت و جلال، اما آنها سه خدا نیستند بلکه یک خدا هستند. بخش 5. خداوند محبت است. برگرفته از کتاب متی فصل 5 آیه 45 و یوحنا فصل 3 آیه 16. ما معمولاً به کسانی محبت می‌کنیم که ما را محبت می‌کنند. اما عشق و محبت خدایی بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از این نوع عشق زمینی ماست. خداوند هر روز به کسانی که
واقعا دشمن او هستند نیکی می کند و محبت خودش را به آنها می نماید. بخش 6. گناه چیست؟ خدایی که انسان را خلق کرد به او احکام و قوانینی برای زندگی کردن داد. این احکام و قوانین به نفع خود ما تعیین شده است. خلاصه آنها بدین شرح است. برگرفته از کتاب خروج فصل 20 آیات 1 تا 17 و متا فصل 5 آیات 21 تا 32. ما هیچ کس را بجز خدای یگانه حقیقی و راستی نمی پرستیم. ما نباید افکار نادرست نسبت به خدا داشته باشیم و باید تنها او را از طریق آموزه های کتاب مقدس بپرستیم و ستایش کنیم. ما نباید نام خدا را از روی بیفکری یا به عنوان قسم به کار برد. ما باید یک شنبه سبت را به عنوان یک روز خاص برای پرستش خدا در نظر بگیریم و سایر کارهای من را در 6 روز دیگر هفته کامل کنیم. ما باید به والدین خود عشق ببرزیم، به آنها احترام بگذاریم و از آنها اطاعت کنیم. ما نباید کسی را به قتل برسانیم و افکار تنفر انگیز نسبت به سایر مردم داشته باشی. نباید زنا کنی، نه با بدن خود و نه در ذهن خیش. نباید دزدی کنی، نباید دروغ بگوی، نباید به داشته های سایرین حسد بورزیم و طمع کنی. گناه زیر پا گذاشتن یا شکستن این قوانین و احکام خداست. برگرفته از کتاب اول یوحنا فصل 3 آیه 4. هیچ چیز بدی در فرامین خدا وجود ندارد و هیچ چیز خوبی نمیتواند باعث شکست شدن این احکام شود. برگرفته از کتاب رومیان فصل 7 آیه 12. عیسی مسیح میگوید دو قاعده کلی که این قانون بر پایه آنها بنا شده است بدین شرح است: شما باید با همه قلب، روح، قدرت و ذهنتان یا همه وجودتان عاشق خداوند خدای خود باشید و همچنین آنچنان که خودتان را دوست دارید همسایه‌تان را نیز دوست داشته باشید. برگرفته از کتاب لوقا فصل 10 آیات 27 و 28 و مرقس فصل 12 آیات 30 و 31. بخش 7. ما و احکام. حال که ما این احکام را می‌خوانیم، دو مطلب را متوجه می‌شویم. اول اینکه آگاهی ما به ما نشان می‌دهد که این احکام درست و خوب است. اما دوم، متوجه می‌شویم که هیچ یک از ما احکام را رعایت نکرده و اگر بخواهیم صادق باشیم، حتی نمی‌خواهیم آن را حفظ کنیم. اما چرا؟ خدا میگوید این بدان دلیل است که ما گناهکارانیم. از زمانی که انسان اول یا آدم بر علیه خدا طغیان کرد، طبیعت ما به انجام آن کارهایی علاقمند شد که باعث شکستن احکام خدا میشود. برگرفته از کتاب رومیان فصل 3 آیه 23، کتاب رومیان فصل 3 آیات 10 تا 12 و جامعه فصل 7 آیه 20. وقتی ما حکم خدا را زیر پا می‌گذاریم، به او توهین می‌کنیم. به صورتش توف می‌اندازیم. خداوند سرسخت نیست. خداوند بدخواه ما نیست. خداوند دیرخشم است. برگرفته از کتاب مزامیر فصل 103 آیه 8. اما قلب‌های گناهکار ما و کارهای پلیدی که انجام می‌دهیم، آنقدر جدی است که خدا باید با خشم خود ما را بترساند. خداوند همه گناهان را مجازات خواهد کرد. برگرفته از کتاب خروج فصل 34 آیات 6 و 7،
مزامیر فصل 7 آیه 11 و رومیان فصل 1 آیه 18. این حقیقت که خداوند از زنان و مردان خشمگین است بهترین توضیح برای وضع کنونی جهان است. اما علاوه بر این، گرچه میتوان از خشم او صرف نظر کرد، ما پس از مرگ به دره مرگ نزول خواهیم کرد و خشم ابدی خداوند را تجربه خواهیم. از کسانی که جسم را میکشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. برگرفته از کتاب متا فصل 10 آیه 28. بخش 8. کار عیسی مسیح. همه مردم به دلیل گناهانشان زیر لعنت خداوند هستند، اما خداوند آنها را رها نکرد. او کاری بسیار فوق‌العاده برای آنها انجام داد. برگرفته از کتاب افسسیان فصل 2 آیه 4. خدای پسر به انسان تبدیل شد. او در آنچه که همیشه بود، یعنی خدا، نایستاد. اما او به چیزی تبدیل شد که قبلا نبود، یعنی انسان. او در ابتدای قرن اول در بیت لحم اسرائیل به دنیا آمد و عیسی نامیده شد. او بیشتر عمرش را به عنوان یک نجار در شهر ناصره کار کرد. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 1 آیات 1 تا 14 و اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16. به عنوان یک انسان، او هیچ تفاوتی با سایر انسان‌ها نداشت به جز یک مورد. او گناهکار نبود. او هیچ گناهی مرتکب نشد. عیسی مسیح تمام احکام خداوند را با همه جزئیات نگاه داشت. برگرفته از کتاب رومیان فصل 8 آیه 3 و اول پتروس فصل 2 آیه 22. در سن حدوداً 30 سالگی، 3 سال قبل از مصلوب شدن در اورشلیم، عیسی مسیح شروع کرد به دعوت مردم برای اینکه به او به عنوان پسر خدا ایمان آورند و از او پیروی نمایند. در طول این مدت او معجزات بسیار انجام داد. پس مردم می‌دیدند که ادعای او برای پسر خدا بودن حقیقت دارد. چرا عیسی مسیح مردم را به اینکه به او ایمان آورند تشویق می‌کرد؟ برای اینکه خدا در همه این امور برنامه‌ای برای نجات انسان‌ها در نظر داشته است. برای اینکه مردم را از عواقب وحشتناک گناهانشان نجات بخشد. آنکه به پسر ایمان دارد حیات جاویدان دارد، اما آن که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می‌ماند. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 3 آیه 36. بخش 9. عیسی مسیح در جایگاه گناهکار. جایگزین کسی است که جای شخص دیگری را می‌گیرد. هسته مرکزی کلام انجیل مسیحیت این است که عیسی مسیح یک جایگزین بود. منظور ما از بیان این مطلب چیست؟ ما دیدیم که کتاب مقدس به ما می‌آموزد که همه گناهان مجازاتی در پی دارند. هیچ گناه کوچک یا بزرگی نیست که خداوند آن را ببخشد و از آن بگذرد. بهای هر گناهی باید پرداخته شود. برگرفته از کتاب رومیان فصل 6 آیه 23، پیدایش فصل 18 آیه 25 و رومیان فصل 12 آیه 19. اما خداوند دو مکان را برای مجازات نهایی گناه مقرر کرده است. یکی جهنم است و دیگری صلیب عیسی مسیح. جهنم جایی است که انسان‌های محدود به طور ابدی
از مجازات گناهان خود رنج می‌برد. صلیب جایی است که خدا انسان لایتناهی عیسی مسیح در کل تاریخ برای گناهانی که خودش مرتکب نشده بود شکنجه شد و برای گناهان دیگران زجر کشید. برگرفته از کتاب مرقس فصل 9 آیات 43 تا 48، اشعیا فصل 53 آیات 4 تا 12 و یوحنا فصل 4 آیه 10. زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصه جسم کشته شد، اما در عرصه روح زنده گشت. برگرفته از کتاب اول پتروس فصل 3 آیه 18. زجری که عیسی مسیح روی صلیب تحمل کرد خیلی فراتر از یک مرگ وحشتناک بود. او چنان با خشم خدا روبرو شد که به کمال و تمام بهای گناه را پرداخت. برگرفته از کتاب متی فصل 27 آیه 46. او جایگزینی برای هدف خداوند. او مجازات را به خاطر دیگران قبول کرد تا گناهان آنها را بردارد. او برای همه نمود. او برای عده‌ای خاص مود. کدام عده‌ای خاص؟ کسانی که به او ایمان آورند. او به جای کسانی مود که در همه اعصار به او اعتماد داشت. عیسی مسیح میگوید من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. من گوسفندان خود را می‌شناسم و گوسفندان مرا می‌شناسند. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 10 آیات 11 تا 27 و رومیان فصل 8 آیات 28 تا 32. بخش 10. با خدا در راستی ایستادن. عیسی مسیح روی صلیب جان سپرد، پایین آورده شد و دفن شد، اما 3 روز بعد زنده شد. خداوند او را از مرگ برخیزاند تا دیگر هرگز نمیرد. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 20 آیات 1 تا 23، اعمال رسولان فصل 2 آیات 24 تا 32 و اول قرنتیان فصل 15 آیات 3 تا 8. این تاییدی از جانب خدا بود که گناهی که عیسی مسیح به خاطر دیگران تحمل کرد به طور کامل از او برداشته شد. این کار خدا برای نشان دادن این بود که عیسی مسیح به معنای واقعی مجازات گناه را از مردم برداشت. شما به واسطه او به خدا ایمان آورده اید، به خدایی که او را از مردگان برخیزانید و جلال بخشید. بدان سان که ایمان و امیدتان بر خداست. برگرفته از کتاب اول پتروس فصل 1 آیه 21. عیسی مسیح برای کسانی جان سپرد که در محبت خدا بودند و از ازل در اتحاد با او قرار داشت. برگرفته از کتاب افسسیان فصل 1 آیات 3 تا 14. و البته تنها زمانی که یک گناهکار برای بخشیده شدن گناهانش به عیسی مسیح اعتماد داشته باشد، این اتحاد در مسیحیت به عنوان یک حقیقت در تجربیات او شکل خواهد. انجیل مسیحیت از آن دارد که خدا با گناهکاران معتقد و ایماندار به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی هر یک از آنها به شخصه آنچرا که عیسی مسیح پیروی کرده زجر کشید، پیروی کرده و زجر کشیدند، چرا که آنها با او یکی شدند. خداوند به آنچه که ما مستحق آن بودیم بر سر عیسی مسیح آورد و
و به آنچه که عیسی مسیح شایسته و سزاوار آن است به ما ارزانی داشت. برگرفته از کتاب دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 و فیلیپیان فصل 3 آیه 9. بنابراین ایمانداران باید بگویند: در ورای زندگی که من نزیستم، ورای مرگی که من نمودم، زندگی دیگری، مرگ دیگری، من به تمام جاودانگیم ایمان دارم. بهای گناهان ایمانداران به مسیح پرداخته شده است و آنها بخشیده شده و آنان که به طور کامل از عیسی مسیح تبعیت می کنند، پذیرفته شدن آنها توسط خدا بدون شک تضمین شده است. این است راهی که انسانها با خداوند در رابطه درست قرار می‌گیرند. بخش 11. من چطور می‌توانم نجات یابم؟ آیا من توسط خدا پذیرفته می‌شوم اگر سعی کنم که خوب زندگی کنم؟ خیر. برگرفته از کتاب اشعیا فصل 64 آیه 6. آیا من نجات پیدا خواهم کرد اگر به خدا قول بدهم که بهتر عمل خواهم کرد یا سوگند یاد کنم که کارهای نیکو انجام خواهم داد؟ خیر. پس من چطور نجات خواهم یافت؟ تنها یک راه برای نجات وجود دارد. برگرفته از کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12. و آن روی برگرداندن از گناهانتان و پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است. برگرفته از کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 31. عیسی مسیح می‌فرماید: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی‌آید. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 14 آیه 6. کتاب مقدس به ما آموزه‌های بسیار جالبی را می‌آموزد. اما شاید یکی از جالب‌ترین آنها ذکر این حقیقت است که گناهان زنان و مردان معمولی نیز ممکن است توسط خداوند بخشیده شود. در نجات همچنان کاملا باز است. خداوندمان عیسی مسیح می‌فرماید: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. برگرفته از کتاب متی فصل 11 آیه 28. شخصی که گناهانش توسط خدا بخشیده شده است و همچنین آگاهانه از عیسی مسیح به عنوان خداوند و دوست تبعیت می کند، مسیحی نامیده می شود. شاید شما سوالاتی در مورد مسیحی شدن داشته باشید. در ادامه این کتاب ما به برخی از رایج‌ترین سوالات پاسخ خواهیم. بخش 12. آیا برای مسیحی شدن بهایی باید پرداخته شود؟ ما نمی توانیم بخشیده شدن گناهان را بخریم. این یک هدیه رایگان از طرف خداست. اما اگر شما مسیحی شدید، این بدان معناست که از این به بعد مسیح بدون شک بر زندگی شما حاکم خواهد بود. او به شما خواهد گفت که از برخی کارهایی که در تمام عمر می کردید دست بردارید و به شما خواهد گفت کارهایی را انجام دهید که هرگز قبلا انجام نداده بودید. کلام خدا قانون زندگی مسیحیان است. مردم ممکن است به خاطر مسیحی بودنتان به شما بخندند. ممکن است از طرف دوستان و حتی اعضای خانوادهتان مورد نقد یا مخالفت قرار بگیرید یا طرد گردید. نه تنها تحمل آن ساده نخواهد بود، بلکه بسیار سخت نیز هست. اما این بهای دوستی و پیروی از عیسی مسیح است. برگرفته از کتاب لوقا فصل 14
آیات 25 تا 35. بخش 13. من چطور بدانم که عیسی مسیح مرا پذیرفته است؟ آیا من قبل از تقاضای نجات از خداوند باید کار خاصی انجام دهم؟ خیر. آیا لازم است قبل از اینکه من از خدا بخواهم که مرا نجات دهد، حضور او را به شکل خاصی احساس کرده باشم؟ خیر. آیا من برای اینکه بخشیده شوم بیش از حد گناهکارم؟ خیر. پاسخ به این سوالات و تمامی سوالاتی از این قبیل این است که مسیح آمده است تا هر کسی را بپذیرد. هر کسی که هستی، هر کاری که انجام داده ای، هر احساسی که داری، عیسی مسیح تو را دعوت می کند تا به سمت او آمده و نجات یابی. و گرفته از کتاب اعمال رسولان فصل 17 آیه 30 و اول یوحنا فصل 3 آیه 23. شما نباید به سمت عیسی مسیح بیایید، در حالی که آمدنتان را تصور بر این که انسان بهتری بوده اید قرار دهید. به خاطر داشته باشید که عیسی مسیح شما را بهتر از خودتان می شناسد و می گوید و آن که نزد من آید او را هرگز از خود نخواهم راند. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 6 آیه 37. کسی که مسیحی می شود باید از گناهانش توبه کند و به اینکه عیسی مسیح او را نجات خواهد داد ایمان و اعتقاد داشته باشد. بخش 14. توبه کردن از گناه به چه معناست؟ بدون عیسی مسیح همه ما انسان‌های گناهکاری هستیم و همیشه در حال فکر کردن و انجام دادن کارهایی هستیم که خشم خدا را برمی‌انگیزاند. ما با میل شخصی خود به گناه تمایل داریم. توبه کردن یعنی چرخیدن و رفتن به سمت دیگر، یعنی تنفر داشتن از گناه و تلاش برای خاتمه دادن به آن برای خوشنودی خدا. برگرفته از کتاب حزقیال فصل 14 آیه 6 و اعمال رسولان فصل 26 آیه 20. بخش 15. اعتقاد به عیسی مسیح به چه معناست؟ شما باید اعتقاد داشته باشید که خداوند پسرش را برای هدفی که اعلام کرده بود به این دنیا فرستاد. زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. برگرفته از کتاب یوحنا فصل 3 آیه 16. به او اعتماد کنید تا شما را نجات دهد. تنها به او تکیه کنید. چطور می توانید بفهمید که به او اعتماد کرده اید؟ وقتی به کسی اعتماد می کنید به او گوش می دهید و هر کاری که بگوید انجام می دهید. و دقیقا این همان گونه است وقتی که ما به مسیح اعتماد میکنیم. برگرفته از کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 11 و دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12.